مرواری، نوشته صادق هدایت، فایل سوم. دوست مردالینوس این را به فال نیک گرفت و پوزخندی زد و با خودش گفت: پس معلوم می شود دست حق پشت و پناه ماست. یک روز هم بی مقدمه به اعراب شبیخون زد و همشان را تارمار کرد و مقدار هنگفتی از آثار تمدن عرب که عبارت بود از لوله هنگ و دوغ عرب و کفی اقال و واجبی و نعلین و عمامه و تربت اصل از آنها به غنیمت گرفت. اعراب هم از ترس ترسایان به راهنمایی خلیفه خود المستأصل من الله دومشان را روی کولشان گذاشتند، مشکهای خود را باد کردند، روی دریا انداختند و سوارشان شدند و به حال اعتراض از تنجه یا تنگه هرکول که بعد به کنایه معروف به جبل الطارق شد فراریدن گرفتند و به بیابانهای سوزان شمال آفریقا پناهنده شدند. ولیکن روحی خود را نباختند و برای تقویت پشت جبهه سردار دلیرشان طارق ابن سعلوک که سرمه خفا را از چشم می زد و حالا عقب نشینی پیروزمندانهی کرده بود خود را از تنگ و تا نینداخت. حماسه آتشینی به زبان فصیح عربی نجد و بحر مدور مخبت مأمون برای قشون شکست خوردهش خواند که ما ترجمه فارسی آن را برای استفاضه و استفاده قارئین گرامی خود زیلن می نگاریم. به تحقیق درستی است که چنین است و جز این نیست که کفار خدا ناشناس با کمال احترام عذر ما را از اندلس خواستند، اما غافل از این که به کوری چشمشان همه کفار به دین مبین و آداب و انعنات اسلامی دلالت شدند و به فقر و فاقه و جهل و گریه و مرد پرستی و اطاعت و تقیه هدایت گردیدند، زیرا از هر گونه تقصیرات خیش منفعل و شرمسار و به لطف رحمت حجت الحق خوشدل و امیدوار شدند، به طوری که گرمابه های خود را به کتاب گرم می کنند و تمام دار و ندار و ضیاع و عقار خودشان را به عنوان زیارت اماکن متبرکه و بیت الحرام و باج سبیل و سهم امام به بیت المال مسلمین می فرستند. رقص سربندان و چوبی آنها به رقص شکم و کمانچه و نیلبک و تنبک و موسیقار و سنج و مزمار و چارپاره و دهل و عود و بربت و ارغنون و رود و دف و چنگشان به سوت سوتک و آروغ و سکسکه و دهندره و الهان نشاطانگیز ملیشان به زنجموره و چسناله های جگرخراش و حجاری آنها به سنگ قبر تراشی و نقاشی آنها به کاشیکاری مساجد مبدل شد. باغ و بوستانشان ویران، شهرهایشان خراب و مسکن زغن و زاغ و جشن کریسمس آنها عید قربان گردید و جشن و سرور آنها مبدل به عزاداری و ندبه و زاری شد. زبان حرامزاده و ثقیل عربی که ملل مقهور به عنوان زبان بین الملل برای تبادل افکار خود به شیوه زبان اسپرانتو جعل کردند و همین یگان معجزه اسلام به شمار می رود، بعدها به عنوان زبان سلیس و فصیح ملل استعمارچی به خودشان حقنه خواهند کرد. کتابهای علمی و ادبی و فلسفی آنها سوخت و رسالات در باب آداب خلع رفتن و کنشویی و بنداز با یک تا نه صیغه و متعه و احادیث و اخبار و فقه و اصول جای آن را گرفت، به درستی که بعدها هم اگر غلطی بکنند علم و هنر و فلسفه و ادبیات آنها به اسم تمدن اسلامی مشهور خاص و عام خواهد شد. اگر از قرطبه دست ما کوتاه کردید، در عوض تمام شمال افریقیه تا دمشق و بغداد و بلاد یعجوج و ماجوج و جزیره وقواق توی چنگال ماست. این است و جز این نیست، به درستی که همانا اگر کفار هفت کفش آهنین بپا کنند و هفت شلیته آهنی نیز بپوشند و به تعقیب ما بکوشند به گرد ما نخواهند رسید.
البته لازم به تذکار نیست و جمهور ناس آگاهند به اضافه فریضه دینی و وظیفه اخلاقی و اجتماعی هر فرد مسلم شیر پاک شتر خورده است که کفار را امر به معروف و نهی از منکر بنماید. هرگاه سر باز زنند و راه عناد و عدم انقیاد پویند، مالشان مباح و خونشان حلال و زن به خانهشان حرام است. به موجب آیه کریمه بکشید کافران و مشرکان را و هر جا بیابید ایشان را و آیه دیگر که فرموده ای پیغمبر خدا جهاد کن با کافران و منافقان، مگر پیغمبر اکرمانها حضرت مسیح در انجیل لوقا باب 22 نفرمود به ایشان گفت لکن الان هر که کیسه دارد آن را بردارد و همین توشدان را و کسی که شمشیر ندارد جامعه خود را فروخته آن را بخرد. و همچنین در انجیل متی باب 10 خداوند آنها پسر مسیح میگوید گمان مبرید که آمدم تا سلامتی بر زمین بگذارم، نیامدم تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را. پس به ما ثابت می شود که همه اولیا و انبیاء سامی، حتی آنهایی که به صلح‌جویی و بشر دوستی مشهورند، هوچی و چاقوکش بودند. از این قرار مأموریت ما تولید فقر و ویرانی و کشتار است. چنان که در حدیث نبوی و سنت مصطفی حضرت ختمی مرتبت بر خود بالیده می فرماید هر کجا که گاواهن رفت ننگ به بار آورد. من برای کشاورزی فرستاده نشدم بلکه برای کشتار آمدم. من نه یک خشت روی خشت گذاشتم و نه یک درخت کاشتم. بر ماست که فرمایشات آن بزرگوار را نسب العین خود سازیم و هرچه زودتر به قطر و غارت کفار بپردازیم. و نیز در گوشه و کنار فرمود که شما اگر کشته بشوید یک راست می روید به بهشت انبر سرشت و اگر بکشید باز هم جایگاهتان در غرفات بهشت است و اگر زخمی بشوید جراحات شما با تربت که پنیسیلین شیعیان علی علیه السلام است التیام خواهد پذیرفت. توضیح حاشیه: از ابو جعل ابن جلت ابن عبدالتناف مرویز که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود هر که این حدیث را روزی 40,000 بار بخواند چنان باشد که جمیع کتبی که خدا بر انبیا نازل گردانیده قرائت نموده است و در روز محشر 80,000 فرشته شاه حسینی کنان موکب شترش را به بهشت مشایعت خواهند کرد. پایان توضیحات. به تحقیق سید کائنات و خلاصه موجودات و شفیع روز عرصات گوید که به عزت و جلال و قدرت ما که هر آن بنده شرمنده که شرایط بندگی و مراسم عبودیت و سرفکندگی به تقدیم برساند حوری از حوران بهشت در حباله وی درآید که سرش در مشرق و پایش در مغرب باشد و در فضای جنت بر سریر مملکتش نشانم و در روز قیامت هنوز به دار ثواب نارسیده از سندس و استبرق خلعتش پوشانم و به انواع اعزاز و اکرام به مقام و منزلتش رسانم. همه این فرمایشات مرا بعدها تاریخ قضاوت خواهد کرد. زنده باد المستأصل من الله، جاوید باد بیت المال المسلمین، شاد باد روح ابو لهب ابن ملا بیناس ابن نسناس ابن کناس، زنده باد عرب باعده و زائده و عاربه و مستعربه خضر موت زرت مشق. این خطبه وقوقیه در میان قیه و هلهله اعراب جاهلیت به پایان رسید و لشکریان مقداری سر بریده و گوش و دماغ بریده کفار را که به نخ ریسه کرده بودند دور گردانیده بالاتفاق فریاد برآوردند که ما تا جان داریم بکوشیم و هرگز جامه ننگ و آر بر تن نپوشیم. چنان که حضرت ختمی مرتبت فرمود و
وقیل لهم تعلوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، یا دشمن را از دم تیغ آبدار بگذرانیم و به قعر دوزخ گسیل داریم، یا خود بیدرنگ شربت شهادت بنوشیم و سرسبز و سرخ رو به خدمت حضرت خیزر پیغمبر و خیرالبشر شتابیم. بیت: همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. اما میان خودمان بماند که جگر خلیفه المستأصل من الله برای موش صحرایی لک زده بود. از این رو به طمع سوسمار دزدکی با یک نفر از اعراب مزدور اجانب و خائن که در میهم فروشی گوی سبقت از همگان رو بوده بود گاب بندی کرد و او را مأمور نمود شبانه متن کامل این سخنرانی را به سمع مبارک سلطان اندلس برساند. شخص اخیر پس از انجام مأموریت خود به طرز موفقیت آمیز به دریافت چند موش صحرایی پروار به عنوان پاداش مفتخر گردید. به همین علت با آنکه کمر تمدن شرق و غرب زیر بار منت تمدن عرب موشخوار خم شده بود، اعراب غیرتی نخواستند جامه ننگ و عار بپوشند. این شد که تمام مزایای هنر و دانش و فلسفه و اختراعاتی که به وجود آورده بودند برای ملل غربی گذاشتند و خودشان کماف سابه با کون لخت یک عبا پوشیدند و در میان ریگ روان سهاری عربستان مشغول انعنات ملی و شکار سوسمار گردیدند. از طرف دیگر دوست مردالینوس که پیشینه فتوحات معجزاسای عربها را در کتاب جامع الاباطیل و الازداد خوانده بود و ضرب شست دوزها و گردنگیرهای آنها را چشیده بود و نمی دانست که به موجب ناموس طبیعت حالا دیگر موش از کونشان بلغور می کشد، دست پاچه شد و به زبان فصیح اندلوسی با خودش گفت: ای دل غافل، نکند که این موشخواران اهریمن نژاد دوباره جان بگیرند و خلیفه آنها نعوذ بالله که در عربستان است به موجب این آیات ربانی و کلمات سبحانی که در سوره البقره می فرماید وقتلوهم حیث و سقفتموهم و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، قشونکشی بکنند، آن وقت حساب من با کرام الکاتبین خواهد بود و حتما ابن قطیفه از خونم آسیاب را خواهد انداخت. فراموش نشود که اطلاعات تاریخی دوست مردالینوس خیلی نم می کشید و در مکتبخانه همیشه سر درس تاریخ از املاباجی نمره صفر می گرفت. به این علت المستأصل من الله را با این شخص اخیر اشتباه کرد. پایان توضیحات. به علاوه تمام سواحل دریای میانه زیر کنترل آنهاست و کانال سوئز را هم هنوز فردیناند دوله سبز نبریده که بتوانم از آنجا با لطایف الهیز جنگی قاچاقی بگذرم و کلک عربستان را بکنم تا خلیفه در مقابل امر انجام گرفته واقع گردد. پس چه خاکی به سرم بریزم؟ به اینجا که رسید فکر بکری به خاطرش خطور کرد. فوراً زنگ زد و ناخدا کریستوف کولومب را نزد خود خواند. ناخدا کولومب مردی بود ارزق چشم و نتراشیده و نخراشیده از اهل بلاد روم که هر جا می رسید جوزی از جیب در می آورد و به هوا می افکند و می گفت هر گردوی گرد است، هر گردی گردو نیست، اما زمین گرد است مانند گلوله. و معروف است که این جملات حکیمانه را از استاد خود بطلمیوس آموخته بود و به هر کس برمیخورد میخواست اظهار لحیه کرده و به او ثابت بنماید که از جانب مغرب هم میتوان به هند رفت و همیشه ورد زبانش بود که الونت پارل پیوینت. مخفی نماند که ایتالیایی ها از ترس کشف آمریکا به ملوانان خود اجازه نمی دادن که از دریای میانه خارج بشوند. از طرف دیگر کشیش های گردن کلوف هم چون عقیده کرویت زمین را برخلاف نص صریح تورات و انجیل می دانستند ناخدا کلمب را تکفیر کرده بودند
و در به در دنبالش میگشتند که او را هم مثل مرحوم گالیله شب عید کمرکشان زنده زنده بسوزانند. این شد که کلمب هم سر قوز افتاد، رفت و جلوی دوست مردالینوس زانو زد و زمین ادب بوسه کرد و عرض کرد: مقرب الخاقانا، قبله عالم به سلامت باشد و هرچه فرمایی کنم، زیرا بندگان را در مقابله فرمان پادشاهان تا در بدن جان است جز امتثال روی ندارد. به فرمان شاه کمر بندم و تا دشمنان را چون کمر تناب در گردن پیش خدمت نیاورم، سر بر بالش آسایش ننهم. این بنده درگاه به فراست دریافتم که قبله عالم عزم به تسخیر بلاد عربستان جزم فرمودند. همانا اگر این جان نثار را رخصت دهم، دمار از روزگار این امت سوسمار خوردر آورم و از خون پلیدشان آسیاها را به گردش اندازم و از کاسه سرشان آسمان خراشها بپردازم. دوست مردالینوس را از این سخن سخت پسند افتاد، فرمود: دم فرو بند و بازو بکشا، الحال با یک شاخص و یک قطب نما و لشکر جراری مسلح به تیر و کمان و جوبین و خفتان و سنان و تبر و سپر و زره و کلاه خود به سر بر رزمناو قرطاجنه سوار شو و از هر جانوری جفتی نرینه و مادینه با خود برگیر و چند کشیش مجرب روحانی و بری از غواسق جسمانی با خیشتن همراه ساز و به قصد تسخیر بلاد تازیان بتاز و هرچه زودتر سند مالکیت آن دیار نکبتبار را با سر بریده خلیفه برای اعلی حضرت ما بیار تا موجبات انبساط خاطر آترمان فراهم گردد. همین که کریستوف کلمب از خدمت سلطان مرخص شد، دزدکی نمد سرسرای کاخ همایونی را جمع کرد. قضا را خواجه حرمسرا ملقب به سوزمانی پناه بدانجا گذر افتاد. انگشت حیرت به دندان گزید و پنداش که این مرد قصد سرقت دارد. ولی ناخدا کلمب که خود اهل دل بود، به فراست پندار ناهنجار وی را دریافت و پیش از آنکه به زندانش بزند گفت: ای خواجه، مرا مهمی صعب در پیش است. این برای امتثال فرمان مبارک جهان مطاع است تا قبل از بریدن سر خلیفه آنچنان لای این نمد لهش کنم تا ریغش درآید، چنان که خود گفتم: ولیس هازا اول قاروه و کسرت فی الاسلام. خواجه را این سخن خوش آمد، آب در دیده گردانید و گفت: دست علی به همراهت، و دیگر مزاحم وی نگردید. ناخدا کلمب به روز ساعت میمون حرکت کرد. حالا دیگر به چه درد شما میخورد که جزئیات این مسافرت خطرناک را برایتان شرح بدهم؟ القصه، رزمناو قرطاجنه دو سه ماه چون مستان پیلی پیلی خوران روان بود، اما برخلاف انتظار خبری از شبه جزیره عربستان نشد که نشد. ضمناً در کشاکش بادهای مخالف، رزمناو دو سه بار از همان راهی که رفته بود برگشت و همه ساز و برگ سرنشینان رزمناو نیز به ته کشید. ناخدا کلمب دست به نماز و دعا برداشت و توبه نصوح کرد. البته این لغت هیچ ربطی به نسا و نسو به معنی مردار و همچنین دروج نسوش که نزد مجوسان به معنی دیو پلیدیز ندارد، زیرا در احادیث معتبر آمده است که نسو در زمان پیشین مردی بود کوسه و پستانی مانند پستان زنان داشته است، یعنی یک خونسا به تمام معنا، چنانکه شاعر ما قبل تاریخی گفته است: زان که آواز و رخش زنوار بود، لیک شهوت کامل و بیدار بود. او به حمام زنان دلاک بود، در دغا و حیله بس چالاک بود. دست بر قضا یک روز نگین انگشتر دختر پادشاه در حمام گم می شود.
دختر شاه امر می کند که حضار را لخت کنند و بجویند. نسو از وحشت اینکه اسرارش هویدا شود قش می کند. اما قبل از اینکه نوبت به او برسد نگین پیدا می شود و او هم فوراً دست از این شغل بی خیر و برکت می کشد. توبه می کند و در دامنه کوهی منزوی می گردد. والله اعلم. باری از درگاه حضرت ابدیت مراد طلبید که اگر جان به سلامت به در برد از عقیدت کرویت زمین دست بکشد و در دیر رهبانان اعتکاف گزیند و بر خدمت پیر دیر کمر بندد. همین که یأس و حرمان بر او مسلط شد تصمیم به هاراگیری کردن گرفت و وصیت‌نامه خود را نوشت و مهر کرد و برای خدا نگهداری با همکاران محترمش روی شرای کشتی رفت و به اطراف و جوانب نگریست. ناگهان ساحلی از دور به نظرش رسید. گمان کرد که دریابار عربستان است. فوراً وصیت‌نامه خود را جر داد و در آبریزگاه افکند. سپس دست افشان و پای کوبان بیرون آمد و هنگ چهارم موتوریزه قشون خود را به خط کرد و سان دید و پیش خود گفت: بیار آنچه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. فراموش کردیم بگوییم که ناخدا کلم ذوقی سرشار داشت، اما چون بیمایگی دانته بر او ثابت شده بود و شکسپیر هم در نظرش شاعرکی نادان و مجهول الهویه‌ای بیش نبود، از این رو در ایام سباوت ابیات بسیاری از سوزنی سمرقندی افغانی و عبید زاکانی افغانی و امیر خسرو دهلوی پاکستانی و نظامی قفقازی و مولوی رومی ترک و ابن سینای تازی از بر بود و با مناسبت یا بی مناسبت از آنها استشهاد می نمود. چه درد سرتان دهم؟ همین که رزمناو به ساحل رسید، ناخدا کلم دید مردمان بومی در کنار آن دور گلوله کلفتی که روی دو چرخ استوار بود مشغول راز و نیاز و انجام مراسم و تشریفات خاصی هستند. دسته ای صورتک زده و به ته آب پاش رنگ گرفته بودن و قره کمر می آمدند و می خواندند: از قدیم و از ندیم ما می زدیم و می رقصیدیم. زنها از سر و کول این لوله بالا می رفتند و اشعار نشاط‌انگیز می سرودند. دونجوانایی که به سرشون پر کچل کرکس زده بودند متفکرانه سیگار ماریجوانا می کشیدند و یا به حالت آموک یک دشنه بر لب داشتند و دور لوله به آهنگ سامبا و رومبا و گونگا طواف می کردن و غیر و غربیله می آمدن. از مشاهده این وضع کلم به شگفتی اندر شد. ناگاه دید که به غیر از این هفتن که گویا خدمتگزاران ویژه این لوله بودند و محتملن فوقلاده ویژه هم دریافت می کردن، همه پراکنده شدند. یکی از آن خدمتگزاران نزدیک رفت و به ته لوله آتش زد. یک بار قررش تندرآسایی در صحن فضا تنین انداخت. مقداری اشعله و ادخنه از دهن لوله بیرون آمد و چرخ‌ها به عقب زدند و هفت نفر کارمند ویژه را زیر گرفتند. از مشاهده این منظره لرزه بر اندام کلمب افتاد. در حال به سجده در آمد و گفت: سبحان الله، این چه حکایتی است. سپس سر از سجده برداشت و دید 77 تن از سرنشینان کشتی از این صدای موهش زهره ترکانید و به سرای باقی شتافتند و بقیه همگی به شکم روش دچارند. چیزی نمانده بود که ناخدا کلمب هم خرقه تهی کند و یا لااقل مجبور شود که تنبان خود را عوض بنماید. البته به منظور اینکه تنبان منظور را به موزه نظامی اندلستان بفرستند تا جزو افتخارات باستانی و میهنی در آنجا به معرض نمایش گذاشته شود. ناخدا کلم پیش خود تصور کرد این یکی از حقه بازی‌های سوغلجشی عرب است، لذا آماده تسلیم بلا شرط شد و یک دانه صلیب و یک پرچم سفید در دست گرفت و
و به اضافه چند صندوق از غنایمی که از محصولات تمدن عرب گرفته بود، از قبیل لولهنگ و نعلین و چادر چاخچور و عبا و چارقد قالبی و روبنده و مهر و تسبیح و دعای نزله بندی و چند مشک دوغ عرب و چند بشکه واجبی و کنسرو موش و سوسمار خشکیده با خود برداشت و با جهودی که زبان فصیح عربی را مثل بلبل اختلاط می کرد به ساحل پیاده شد. برخلاف انتظار بومیان با چهره گشاده و ساز و دهل به پیشوازشان شتافتند و دست تفقد به سر مهمانان نورسیده مالیدند و از طرف بنگاه اژدهای سرخشان مقداری اکسیر پارگوریک و لوانوم میان اسهالیهای رزمناو پخش کردند و فوراً سیاهه بلند بالایی که بالغ بر چند میلیون کله برهنه صاحب قران می شد برای سازمان اشتباهی سردودمان سرخ پوستان فرستادند. مهمانان تازه رسیده از این تفقد جانی دوباره یافته بودند، قدقدی کردند و لالبازی آغاز شد. عاقبت سردودمان بومیان سرخپوست به زبان فصیح آستک که زبان نیمه رسمی و درباری آن سازمان بود، کلمب را مخاطب قرار داد و گفت: عیسی خوش آمدید، صفا آوردید. قدم شما بر روی چشم، از کجا می آیید و کجا می روید؟ کلمب که کتاب اول خودآموز زبان آزتک را هنوز به پایان نرسانده بود به تته پته افتاد و به پاسخ گفت که